چطوری مچو؟ خوش اومدید به پارت ششم بازی کاردیلرشیپ. پارت قبلی این بازی رو خیلی عجیب غریب دوست داشتیم، به خاطر همین از پارت ششمش هم گیم پلی می‌ذاریم. بچه‌ها این چند وقته به خاطر مشکلایی که پیش اومده و احتمال قطعی و ملی شدن اینترنت، ما یه کانال آپارات هم ساختیم که فعلا توش فعالیت خاصی نداریم، فقط یکی دو تا ویدیو آپلود شده. ولی بازم به خاطر اینکه احتمال قطعی هست، من لینکشو تو دیسکریپشن براتون می‌ذارم، حتما فعلا اونجا رو فالو داشته باشید که اگه این اتفاق افتاد یه راه ارتباطی داشته باشیم. لایک و کامنت زیر این ویدیو یادتون نره، زنگوله نوتیفیکیشن هم حتما روشن کنید که به محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها تو پارت‌های قبلی ما 3 تا ماشین اینجا خریدیم ولی هیچ کدوم هنوز نفروختیم. الان اول بریم یه چیزی بخوریم یارو بتونه راه بره. دوباره اصلا تکون نمیتونه بخوره. همیشه وقتی میاد سر کار له له، یعنی یه ذره انرژی نداره. بعد جالبیش هم واسه من اینه که خیلی گرسنه‌ش هم نمیشه، یارو بیشتر تشنه صبح تا شب. من نمیدونم داستان این تشنگی این چیه، ولی فولش می‌کنم که دیگه مشکل خاصی توی حرکات موزونی که می‌خواد انجام بده نداشته. خب غذا رو که به 111 ارتقا دادیم، یه چایی کوچولو دیگه بزنه فکر کنم تشنگیش هم کامل برطرف میشه. بریم نمایشگاه رو باز کنیم ببینیم امروز میتونیم برسونیم خودمونو به لاکچری کارز یا بازم زوده. خب من همه چی اینجا رو فعلا باز گذاشتم، هر کسی هر کاری که داشته باشه امروز واسش انجام میدیم، از جمله خود کارواش، به خاطر اینکه بد جوری پول لازمیم. خیلی وقتی که داریم بازی میکنیم ولی هنوز به لاکچریزم نرسیدیم. همین اولا مشتری اومد تو، یارو اصلا فقط منتظر پشت در وایساده بود که من باز کنم بیاد یه دونه ماشین 783 میلیون تله‌ای ازمون بخره. میلیونو بگو، 783000 تله. خب یه دونه ماشینا رو که برد پولمون شد 1,778,000 تله. میتونیم بریم یه ماشین دیگه بیاریم. من کار این یارو رو فقط همین اول رو بندازم که دشت خوبی داشته باشیم دیگه. اگه مشتری ها رو از اول تو بتونی روون کارشون رو بندازی، قطعا اون روز خوبی واسه تو خواهد بود. دیگه فعلا مشتری هم نیومده. من حس میکنم که این بنز بژم از اون ماشین های بد فروش، از اونایی که مقدار سخت میشه فروختشون. تا لاستیکای ماشین هم اوکی شد، همچنان مشتری نیومده. امروز انگار قرار نیست کار و کاسبیمون خیلی پر رونق باشه. آقا یه مشتری دیگه اومد، تا گفتم یه مشتری دیگه اومد و تویوتا کالا رو داره به مبلغ 878000 تله میبره، 2,657,000 تا. 2-3 تا ماشین دیگه خرید و فروش کنیم کار تمومه. رفتیم توی لاکچری کارز. آقا این هم ماشین شما آماده ورد و برو. یه ماشین هم برای پلیس و اینجور داستان ها اینجا هست، این هم کاراشو انجام بدیم. اول یه شستشوی نمکی به کل جاهای ماشین میزنیم. اینا رو دیگه در جریانید، دیگه نیازی به توضیح نداره. و میریم سراغ کار دیگه. چرا فقط اینجوری شد؟ چرا نمیتونم پولیشش کنم؟ هنوز تمیز نشده بود، مثل این که الان تازه اوکی شد. میریم واسه پولیش از یه طرف. همیشه پولیش ماشینا رو باید از یه طرف شما شروع کنید. هیچ وقت سعی نکنید که قراقاتی این کارو رو انجام بدید. اینجوری رشته داستان از دستتون در میره، بعد براتون مشکل پیش میاد دیگه. نه مشتری درست حسابی دیگه میتونید بگیرید، نه کسی میاد کار میده بهتون، نه هیچی دیگه. کلن همه چی درب و داغون میشه. آقا این ماشین تموم شد، چقدر سریع. با اینکه ماشین گنده ای بود خیلی سریع کارشو انجام دادیم. آقا اینم مشتری آخر. ماشین سوممونم برد، پولمون شد 3,912,000 تا. و همین امروز توی همین پارت ما به لاکچری کارز خواهیم کشید داستانو. فقط یه 4 تا ماشین درست حسابی اگه گذاشته باشه اینجا ما بتونیم سودی بکنیم. آقا این چند؟ 853,000 تا ترکیده است، ولی خیلی اصلا چیز به درد بخوری نبود. این چند؟ 820,000 تا ترکیده دوباره. این چی؟ 700,000 تا. بدی نیست، دیزلیه. مشکلش فقط دیزلی بودن است. اصلا ماشین دیزلی ما اونجا کار نمی‌کنیم، کلاً تو کارمون نیست دیگه، منصرف شدیم. 665,000 تا. اینم به درد نمیخوره و ماشین مورد علاقمو دوباره پیدا کردم، یه CD20 مشکی اتوماتیک بنزینی. از این بهتر دیگه نداریم، فقط یه چونه من با این بزنم. 1,163,000 تا گذاشته. 1,000,000 نقد ازش میخرم. میفروشی؟ میگه که بد پرایس، نمیفروشم. 1,050,000 تا چطور؟ یه بده دیگه، اینقدر اینم نمیفروشه.
خیلی دندون گردی تو، ولی ماشین خیلی تمیزی داری. 1,100,000 تا دیگه 100% میفروشی، قیمت آخرم هم هست. آقا اوکی کردم قیمتو، بعد باش چونه زدم تو فروخت. پولمون شد 2,800,000 تا. یکی دو تا ماشین دیگه باید ببرم تا بتونیم بریم توی لاکچری کارز. اینجوری راه نداره. این ماشینا هم خیلی بد فروش بودن، به خاطر همین اینا هم دیگه کار نمیکنم. و الان آخر شب شده دیگه، خیلی دیر وقته، باید بریم بخوابیم. فردا برمیگردم که ماشینای جدیدم اومده باشه واسم. خب خوش اومدید به روز بعدی. من سری رفتم کارا رو کردم برگشتم، الان یه سری ماشین جدید اومده، ولی در کل تعداد ماشینا خیلی کمه. یه دونه ماشین خوش رنگم اینجا داریم، 927,000 تا، دیزلیه ولی لعنتی، اتومات هم بود و چیز درست حسابی بود، ولی به درد ما که نمیخوره. یه آودی داریم این گوشه ترکیده چپی، هر جای ماشینو که تونسته اصلا زده درکونده، یه جای سالم نداشت. خب میتونیم این دیزلیارم یه تست بکنیم ببریم حالا بذاریم تو نمایشگاه. قیمتشو بقیه چیزاش به جز سوختش خوب بود. 927,000 تا گذاشتی، 850,000 تا میبرم. باور کن بیشتر از این به کارم نمیاد. 880,000 تا چطور میدی دیگه؟ دوبارم بهشون قیمت رو پیشنهاد دادم، اگه اینو قبول نمیکرد کلن تمام بود. اینم میذاریم تو پارکینگ شماره 2 و تقریبا 2,000,000 دلار دیگه پول واسه همون مونده. این ماشین چطور؟ 682,000 تا، ماشین ترتمیزی هم هست. ما 630,000 تا ازت میخریم. میفروشی؟ بفروش که من برم لاکچری بازی دیگه. 650,000 تا بده خوب. دیگه یه 30K تخفیفو بده دیگه. هیچ تخفیفی لعنتی بهم نداد، ولی میخرم ازش ماشینو. بریم که کارهای ماشینا رو راه بندازیم سریع. طبق معمول اولین حرکت ثبت پلاک توپاچه برای تمامی ماشین هاست. تمامی ماشین هایی که از توی این خیابونا دارن عبور میکنن، پلاک توپاچه رو با خودشون حمل میکنن و این یه جورایی تبلیغ نمایشگاه ما هم هست. آقا اون گوشه دارم میبینم که یه قبضی هم مثل این که واسمون اومده. امیدوارم که عددش فقط خیلی عدد بالایی نباشه که ما بتونیم بعد از فروش این سه تا ماشین حتما به لاکچری کارز نفوذ کنیم. میریم سراغ قیمتا. این ماشین رو 682,000 تا خریدیم، میذارم 800,000 تا ببینم میشه. 800 تا بشه خیلی خوب. 800 تا که اوکی شد، ماشین ترتمیزی بود. اینو 880,000 تا خریدیم، میذارمش 1,100,000 تا. احتمالش هست که بشه، نمیشه 1,000,000، ولی 100% دیگه میشه دیگه. 120K ما باید سود بکنیم روی این ماشین. اینم 1,100,000 خریدیم، میذارمش 1,400,000 تا. اول از این تست میکنم، 300K گرونتر نمیشه. 1,300,000 تا چطور؟ فکر میکنم که بشه. 200K سودم روی این یکی و پولمون به 4,000,000 افزایش پیدا میکنه بعد از فروش هر ستاش، البته با 1% تخفیف جزئی. نمایشگاه رو که باز کردم، توی قسمت بیلز باید یه تکسی چیزی پرداخت کنیم، 16,000 تاست. توی قسمت ورکاپ، بعد از اینکه این ماشینا رو فروختیم و اولین ماشین لاکچری رو اووردم توی نمایشگاه، میخوام اینجا رو بزرگترش کنم. البته توی استریما برنامه‌مون این بود که اول یه کاری کنیم که هر سه تا ماشین اینجا جزو ماشینای لاکچری بشن، بعد نمایشگاه رو بزرگ کنیم. شاید هم همین کارو کردیم. حالا کار لاستیک این یارو رو هم نمیخواستم الان اصلا انجام بدم، ولی دیگه ماشین رو دادیم رفت بالا، کارشو شروع میکنم. همینجوری در هم دیگه میخوام همه کارو رو بکنم. یه چرخ اونو در میارم، میام اینجا، یه کف میزنم به ماشین این یارو، آبم میگیرم به ماشینش. حالا ماشین کفی نمونه، رنگ ماشین یه دفعه آسیب ببینه، بیام یه خسارت سنگین هم ازمون بگیرم. اینم از این. حالا که همه این کارا رو کردیم، بذار پولیشش هم بزنیم دیگه. این بنده خدا خیلی وقت وایساده. از دیروز قبل از اینکه ما بریم دنبال خرید ماشین، این اینجا وایساده. خاطر همین حتما باید کارش را بندازم، چون میره چرت و پرت میگه پشت سرمون. من میشناسم مشتریای این بازی و دیگه همه رو. فعلا هم مشتری جدید نداریم. امیدوارم که هرچه سریعتر بیان این دوتا ماشین هم وردارن برن. خب آقا کارتو باید تموم شده باشه دیگه، نشد؟ این طرفو زدیم؟ کجا مونده؟ آها یه دونه رو سقفش مونده، نگاه کن تو رو قرآن. حالا برمیگردیم دوباره سراغ لاستیکای ماشین این یارو، یه چایی بزنیم. من یکم حال و روزم دوباره خوش نیست. لاستیک بعدی کدومو در بیاریم؟ این لاستیک جلویی رو میکشم بیرون، اینم میذاریم سر جاش. سریع واسش ردیف میکنیم. اول لاستیکه رو جا میندازم، بعد چایی میزنم که نصف ماشین یارو رو ردیف کرده باشیم. غذامون هم آماده شد. غذا
چایی. خیلی تشنش میشه، خیلی اتفاق عجیبی ها. این فقط تشنه است، گرسنگی خیلی کمتر اتفاق میفته. یه لحظه قاطی کردم داشتم لاستیکو میبردم بندازم تو قوری، اصلا یه طرح لاستیک دیگه اصلا به یارو تحویل میدادم. آقا اینم لاستیک سوم شما و آخرین دونه چرخه، تو هم زودتر برو بیرون از اینجا، خیلی وقته. این دیروز اومد ماشینو تحویل داد به ما، گفت سری کارمو راه بندازید لطفاً. منم قولو بهش دادم ولی کارشو انجام ندادم. اینم تموم شد دیگه، اینم چرخ آخرت، برو دنبال بازیت. فقط دیگه این ماشینای درب و داغون برای من نیارید تو رو قرآن، اینجوری بیارید. فقط ماشین خفن، بنز، بی ام و، ماشینای حرفه‌ای، ماشینای لاکچری، نمیدونم چرا نمیارن دیگه، انقدر کم شده این روزا. یکی هم تو کارواش وایساده دوباره، کارواشه رو بدبختی من دوباره باز گذاشتم، مسئولیتش رو قبول کردم، حتما هم باید بیام کارو انجام بدم دیگه، وگرنه اینا ریسپکت منفی بهم میدن، الکی الکی دردسر درست میکنم واسمون. آقا مشتری بعدی هم اومد، به به اینو ببر، این ماشین خوش خرید و فروشه، این بده هم اینو برد و ببر. فکر کنم ولی این یکی رو میخواد. ای ول، ماشین دیزلی هم بالاخره به فروش رسوندیم یه دونه. آقا این ماشین رو بخرن رفتیم رو ماشینای 4 میلیونی و باورتون میشه بعد از 6 تا پارت ویدیو، چند تا هم استریمی که ازش گذاشتیم، بالاخره داریم تازه به 4 میلیون پول میرسیم. یعنی واقعا سخت بود پول در آوردن انصافا تو این بازی. پدرمون در اومد، بابا چرا بوق میزنی؟ از سه دیگه وایسید دو دقیقه. حالا میتونستم اصلا فقط منتظر بمونم این ماشین رو بخرن برم سراغ لاکچری ها، ولی این کارو نمیکنم. سر خودمون رو یه ذره گرم میکنم با همین جور کارا تا بیان این ماشین رو هم ببرنش زودتر، هنوزم کسی نیومده تو. خب میریم سراغ پولیش. این ماشین ببین، پولیش زدنش هم لذت بخشه، اصلا کثیفش هم خوشگل بود دیگه. پولیش بزنی که هیچی، مواظب باش بالمال ماشین رو خراب نکنید داداش، این ماشین کلی پولشه. البته 4 تاشو میخرم، یه خط روش بیفته ماشین یارو ازش میخرم، اصلا خسارتو پرت میکنم تو صورتش. هنوز که هنوزم مشتری برای اون ماشینه نیومده. آقا ما کار لاستیک دیگه اینجا قرار نیست انجام بدیم، من فعلا این ماشینه رو میذارم اینجا باشه. اینو که ازمو خریدن رفتیم لاکچری کارز و برگشتیم، دیگه میبندم قسمت لاستیکا رو، فقط این کارواشه رو انجام میدم دیگه. این یه دونه گناه داره، کسایی که اینجا فقط میان ماشینشون رو میشورن، من احساس مسئولیت بیشتری نسبت بهشون میکنم، نمیدونم چرا اینجوریه. نمیتونم بذارم یارو وایس اینجا زیاد. بابا اینم تو رو قرآن بیاید ببرید دیگه، این مگه چیه؟ بنزینی اتومات هم هست، خیلی خوبه، 2019 هم هست تازه. 750 هزار تا هم اگه ازم بخرن بازم پولم بالای 4 میلیون تل است. خب من از ذره اینجا منتظر میمونم تا این ماشینمونم به فروش برسه و بریم قسمت لاکچری کارز. همین الان که گفتم منتظر میمونم، مشتری واسه شما هست. خیلی خوش اومدید. این فکر کنم خود یارو هستن، همونیه که بنزه رو ازش خریدم انگار اومد اینو بخره. همونجا به من میگفتی واسه تعویض میکردم ماشینو دیگه. 778,000 تا. بریم توی قسمت لاکچری کارز ببینیم چی میتونیم بخریم. خب تا جایی که یادمه این قسمت ماشینا از 4.5 میلیون دلار شروع میشد، یا اول فصل 13 میلیون که هیچی، 7 میلیون تله اونم که نمیتونیم بخریم، شاید نهایتا اینو بشه خرید، 8.200 چقدر گرون، 7.500. بابا ماشین 4 میلیونی من اینجا دیده بودم، 4,457,000 تا، 200,000 تله براش کم داریم، 4,700 500,000 تله کم داریم، 8.80 اینو هم که قطعاً بیشترن، 11.500 4,162 اینو میتونیم راحت بخریم. ماشین بنزینیه، فقط دنده‌ای مشکلش اینه، ولی به خاطر اینکه اولین ماشین لاکچری هم بذاریم توی نمایشگاه، من این ماشینو میخرم. خیال من راحت شد، داشتم سکته میکردم سر خرید ماشین لاکچری. به به، ببین چقدرم خوشگله آقا، عالی شد دیگه، بهتر از این نمیشه. بریم کاراشو انجام بدیم. اول ثبت پلاک توپاچه، یه ذره این پلاک دیگه واسه این رخ ماشین خداوکیلی زایه است، ولی دیگه چیکار کنیم، ما حفظ میکنیم، اصالت کار خودمون رو حفظ میکنیم. خب الان بریم ببینیم چقدر رو قیمت این ماشینا میتونیم بکشیم. 4,162,000 تا خریدم، از 5 میلیون شروع میکنم ببینم مثلا ماکسیمم سوده چقدره. دیگه کارمون راحت شد، روی ماشینای میلیون تله‌ای میتونیم 1 میلیون سود کنیم. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که ویدیوهای بیشتری از این بازی واسهتون درست کنم، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. چند تا کامنت انگلیسی هم لطفاً بذارید که ویو لایکتون نپره. فالو کردن کانال آپارات هم که یادتون هست. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.